به نام خدا سلام، وقت بخیر. به برنامه آخر خط از نور خوش آمدید. تغییر در رهبری کابینه سرپرست، آیا این تغییر در سطح بالا بر عملکرد حکومت سرپرست تاثیر میگذارد؟ حدود 20 ماه می شود که کابینه امارت اسلامی از سوی سرپرستان اداره می شود و تا کنون به شکل رسمی تکمیل نشده است. مقام های امارت اسلامی اما می گویند که تلاش ها برای بهبود امور حکومتداری و تکمیل شدن کابینه جریان دارد و تا زمان تکمیل شدن آن تغییرات و تبدیلی ها نیز ادامه خواهند داشت. در تازه ترین مورد هم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت سرپرست حالا سرپرستی کابینه امارت اسلامی را بر عهده گرفته است. دفتر مطبوعاتی آقای عبدالکبیر گفته که ملا محمد حسن آخون رئیس وزیران حکومت سرپرست به دلیل بیماری که دارد معاون سیاسیش را به عنوان کفیل تعیین کرده است. در سوی دیگر کارشناسان به این باورند که ملا حسن آخون در اعمال سیاست‌های حکومت سرپرست در بسیاری از مسائل نرمش نشان نمی‌داد. حالا دیده شود که مولوی عبدالکبیر در اجرایی کردن دستورهای امارت اسلامی چگونه عمل می‌کند. در زمینه آموزش آیا پس از این تغییرات در راه است و یا خیر؟ در قسمت تعامل چی؟ آیا افغانستان از انزوای جهانی بیرون می شود؟ و در نهایت کابینه تا چه زمان به گونه سرپرست به کارش ادامه خواهد داد؟ این و چندین پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث می پرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان دکتر محمد حسین جعفری، فعال سیاسی و رئیس شورای عالی علمای عمومی افغانستان، دکتر معین گل سمکنه رئیس حزب حق و عدالت در استودیو، و همچنان از طریق خط اسکایپ آقای عیسی اسحاق‌زی رئیس کنگره ملی افغانستان نیز در برنامه وصل هستند. سلام مهمانان عزیز، تشکر که در این بحث با ما اشتراک کردین. میخوایم در نخست از آقای جعفری بپرسم که آیا ما تغییرات را شاهد باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمین عرض سلام و مندانه باشید خدمت جناب عالی، جناب آقای سمکنه، سپاس برادری بسیار عزیز و بزرگواری ما که از طریق اسکایپ در خدمتشون هستیم و شنوندگان و بینندگان عزیز. من فکر میکنم که شرایط فعلی افغانستان و جهان اقتضای یک تغییر و تحول را داره. یعنی بعد از گذشت بیش از 22 ماه تقریبا هیچ گونه تغییری در مورد افغانستان نه در جامعه جهانی به وجود آمد و نه در داخل کشور. من امیدوارم که تغییرات اساسی که در رأسش رجوع به مردم است، یعنی باید حکومت به مردم رجوع کند و مشروعیت مردمی را کسب کند و بتواند که مقدمات مشروعیت بین المللی را فراهم کنه. یعنی ما تا در افغانستان به یک اجماع ملی و وفاق ملی نرسیم، من فکر میکنم که وضعیت تغییر نخواهد. بله، حالا چگونه باید به مشروعیت داخلی برسیم؟ چه راهی؟ تا حالا 2 سال از حکومت سرپرست گذشت ولی کارکرد در این زمینه وجود نداره. ببینید، واقعیت های جامعه ماست. مردم خواسته هایی را دارن، به خواسته های معقول و منطقی و مشروع مردم باید حاکمان فعلی و یا هر حکومتی باشه باید به خواسته های مشروع مردم پاسخ مثبت بدن. اگر این اتفاق نیفتد فاصله روز به روز بین مردم و حاکمیت زیاد میشه. این نه به نفع مردم است و نه به نفع حاکمیت. یکی از خواسته های ملی قطع نظر از این که جامعه جهانی بخواهد یا نخواهد باز کردن مدارس است بر روی دختران، یه خواست ملی مردم افغانستانه. چی خارجی ها بخواهد و چی نخواهد، یه خواست مشروعی هم هست، خواست معقولی هم هست، خواست منطقی هم هست. یعنی این حقی است که خدا به بانوان، به دختران و زنان داده. حالا چرا باز شدن پوانتون ها، باز شدن پوانتون ها، اینا یه خواست های مشروعه. اجازه کار برای بانوان در یک فضای مناسب، چون یک تعداد از بانوان از مادران و خواهران عزیز ماست نان آوری خانواده، سرپرست خانواده است، نیمی از جامعه است. اینا یک حکومت همشمول، حکومت فراگیر، این خواست مردمه. من فکر میکنم که تا این خواسته ها، یعنی باید حکومت به این خواسته ها پاسخ مثبت بدهد تا
حمایت مردمی پشت به اصطلاح پشت سر حکومت بیاید، طبیعتاً جامعه جهانی هم وقتی ببیند که یک نظام و یک حکومت مورد حمایت مردمش است، مردم از حکومت دفاع میکند، حمایت میکند، اتکای حاکمانم به رأی مردم است و به خواست مردمه، جامعه جهانی هم مکلف است بر اساس قوانین بین‌المللی که به هر حال تبعیت کنه و به این خواستا سرپرست هم وارد تاکید کرده حکومت همه شمول است، ما به خواست مردم هستیم، در مکاتب و مدارس هم تا هم رسانی باز میشه. حالا چقدر انتظار باید بکشیم؟ حالا مشکل اساسی، دلیل اساسی در کجاست که جامعه جهانی هم قناعت نمیکنه و امارت اسلامی هم نمیتونه که قناعت بده اونا را؟ ببین جناب آقای محمدی، یکی این است که ما دل خود خوش کنیم که هرچی دل ما خواست بگوییم، بحثی نیست. ببینید ما نمیتوانیم که امر آموزش، تعلیم و تربیت دستور خداست، دستور پیغمبر خداست. در زمان خلفای راشدین و شخص رسول اکرم ما زنان باسواد تحصیل کرده محدثه داشتیم. حضرت زهرا دختر پیغمبر، دیگه زنان زمان ما که مقدستر از حضرت زهرا نیستن، ایشان عالمه بود. همسر نبی مکرم اسلام حضرت عایشه خب دارای علم و دانش بود، در جامعه اینا حضور داشتن. ما نمیتوانیم که بگوییم که خود تا امرسانه تا کی هست. ببینید این بهانه هایی که ما پیش خود توجیه میکنیم، این توجیه ها نه معقول نه منطقی. در افغانستان ما سراغ ندارم، اگر شما جای سراغ داشتین به من بگید. ما در طول همی حکومت ها، زمان حکومت ظاهرشاه تا امروز که من یادم است، مکتب های دخترانه جدا بود، ابتدایی، متوسطه، لیسه، دختر مکتب بچه ها جدا بود. یعنی ما مکتب مختلف دولتی نداشتیم. خب وقتی که یک مکتب ابتدایی، متوسطه و لیسه که رویش بحثه، ببینید مدیرش زنه، سرمعلم زنه، معلمش زنه، نصابی هم که ما داریم انصافا نصابی که در امی اواخر حکومت جمهوریت، این در حکومت جمهوریت تدوین شده بود، با دید کارشناسی که نگاه کنید نصاب خوبی بود. اگر هم ایرادی را داره، ما بیایم نصاب در کل دنیا، نصاب ها وحی منزل نیست، در همه کشورها نصاب تعدیل میشه، ولی تا زمانی که نصاب تعدیل نمیشه حکومت ها اون نصاب قبلی را پیاده میکنه، وقتی نصاب جدید اما جایگزین میشه. ما نمیتوانیم به اینی که میگیم نصاب ایراد داره، زمینه مناسب نیست، 22 سال فرزندان این کشور را در بیسوادی از لحاظ روحی و روانی خیلی از خانواده ها دچار بحران و مشکلن. دخترای جوان الان در یک بحران هستن. به هر حال امیدواریم انشاءالله به این توجه شد. تشکر آقای جعفری. آقای سمکنه، حالا سرپرست نخست وزیر یا آقای عبدالکبیر که آمد، تغییرات را در حکومت داری مردم افغانستان شاهد باشه، بخصوص در باب آموزش و کار و همچنان حکومت داری؟ مننه دلوی بخون که مهربان انا علا پنامت هاست و خغلی قدرمن رئیس سیب جفاری تا و امداسی سگزی سیب تا طول و لیدون کو کتون کو تسلمون اولانده کم سمت شکر دا چه عدلون بدلون په هر نظام که یو اصل دی چې هغه په کې باید وي. دا چې ښاغلي ملا حسن د عمر په لحاظ یا د هغه تکالیف مریضي چې ده لرله د خپل د عذر د وړاندې کولو پر اساس باندې د اسلامي امارت امیر المؤمنین حکم صادر کړو چې بالاخره یې مولوی صاحب کبیر په حیث دې کفیل وګمارلو. البته د هغه لیدلوره یا دید چې موږ ورته وایو چې کله د مولوی کبیر سره په اکثرو وختو کې د ملګرو ملتو د موسسې غړي او همداسې سیاسیون، روحانیون، ټولو خلکو چون دی په سیاسي بخش کې د صدراعظم معاون و، نو هماغلته هم د ده نظریات داسې و چې هر هغه څه چې د اسلام مقدس دین سره په ټکر کې نه وي هغه به اسلامی امارت ترسره کوي. لکه څنګه چې استاد وفرمایل، البته د دین نه دی ویلي چې ښځه او نر باندې د علم فرض نه وي، خو حکومت هم ویلي دي چې موږ تر امرسانی پورې متل کړي. لکه څنګه چې استاد وي، امرسانی هم تر یوه حده وي،
باید امرسانی وټه کله شي یو کال دوا کله او کله چې تر څو پورې د خلکو ذهنن او فکرن ټول دې ته په سیاسي لحاظ آماده شي چې موږ اولادونه به په دغه وخت ښوونځي ته ځي. اوس چې د بعد له دې نه چې په اوکراین کې جګړه پیل کیږي نړۍ عملا دوو قطبو ته روانه ده چې هغه شرقي او غربي دی چې دا خپله تاثیر لري د افغانستان په وضعیت باندې، نه د افغانستان په وضعیت باندې بلکې په ټوله سیمه باندې چې هغه کې پاکستان هم شامل دی، هندوستان هم شامل دی، ایران هم شامل دی، منځنۍ آسیا، چین، ټول پکې شامل دي. دې ته په کتو سره اوس نو اسلامي امارت کله چې سمرقند ته بللی کیږي د بهرنیو چارو وزیر، دا یو د هغه یو ګام و چې کله د اسلامي امارت په چارواکو باندې بندیزونه لګېدلي و. دا لومړی تاګ و چې د دې مرز نه د باندې وکړو. هماغه و چې په هماغه وخت کې د یو تعداد هیوادونو سره په حاشیه دی دغه کنفرانس کې ولیدل. د هغې نه په نظر اخیستو سره بیا وروسته په قطر کې یوه غونډه جوړه شوه چې په هغه کې د ملګرو ملتو د موسسې معاونې امینا هم دا خبره وکړه د امریکې په یو پوهنتون کې چې په دوحه کې بحث کیږي چې په هغه کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو دپاره فوکس کیږي. دا خبرې سره جوخت د افغانستان د ننه او د هغه نه د باندې یو تعداد عکس العملونه راوپارېدل چې منجر په دې شول چې بالاخره هملته د اسلامي امارت استازی ګډون ونه کړي او په ضمن کې د تړلو دروازو تر شا دغه غونډه دایره شوه. خو په تعقیب بیا هم دا وویل چې بله غونډه هم په پام کې ده. هدف دلته څه و؟ د دغې غونډې چې نړۍ په دې کې متحد المال فکر کوي وکه، یعنی ټوله نړۍ که چون د اوکراین په سر باندې دنیا سره تقسیم شوې ده خو د افغانستان په قضایا کې ټوله نړۍ سره اتفاق دی. هغه دا دی چې په افغانستان کې یو داسې حکومت چې اکثریت ته د منلو وړ وي، افغانستان خاوره د بل په مقابل کې نه کارول، د بشر د حقوق چې که د ښځې او د نر کار او زده کړې دي دا باید رعایت شي. دغه ته په کتو سره نړۍ سره متحد المال حالا می چانزنی یا برکناری آقای حسن داخون در دوحه صورت گرفته؟ زیر ازم دغه نکته ته نو د دې نه وروسته بیا کله چې د شانهای غونډه په ډیلی کې دایریږي په هغه کې هم دا خبره د شانهای د تړون یو ډیر سیاسي لوی تړون دی چې په هغه کې عین نقطه نظر د ټولې نړۍ عمل ته بیا ترسیم شو. په دې کې وروسته له دې نه د پاکستان په غوښتنه او د چین په حمایت باندې درې اړخیزه غونډه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو موسسه اجازه ورکوي چې په هغه کې په همدغو مسایلو باندې چې د تروریزم، اقتصاد او هغه شروط چې په شانهای کې و که په دوحه کې و د دغو عملي کول بالاخره دا تایید کړه. دا خبره وروسته د دې نه چې کله دوی بیا په پاکستان کې غونډه کوي په پاکستان کې بیا ګډوډیشن راځي، ګډوډۍ حالت راځي او دلته اوس اسلامي امارت مشرتابه چې کله د قطر یو معتبر هیئت راځي چې صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتو وزیر راځي، نو په دغه وخت کې ملا حسن اخوند په کندهار کې د هیئت سره ګوري. ډیر ګمان یې دا دی چې له امیر المؤمنین سره به دغه هیئت کتلی وي. نو اوس کیدای شي چې هغه خبرې چې شوي دي نو د دغې چوکۍ دپاره مولوي صاحب کبیر یو ښه فیګور دی چې هر که وکړله شول چې بیا هغه څه چې نړۍ غواړي تمثیل شي. تشکر. آقای اسحاق زیدی شما را میخوام داشته باشم که آیا با گماشتن مولوی عبدالکبیر ما شاهد تغییرات در زمینه حکومتداری و آنچه که خاص جهان است مردم افغانستان توقع داشته باشد بخصوص در باب آموزش؟ خب سلام به شما، به علیکم سلام دکتر جعفری گرامی و دکتر سمکنه گرامی و بینندگان تلویزیون جهانی نور. ما به یقین دستم که تغییر و تبدیل در یک ساختار سیاسی یک امر طبیعی هم است و در عین حال یک ضرورت هم است. ما به یقین دستم که در طی بیشتر از 21 یا 22 ماه
برنامه هایی را که پیش بردن، این برنامه ها خواستای مردم افغانستان نه تنها پیدا نکرد، خواستای معقول جهان، بلکه متاسفانه افغانستان در بنبست مواجه شد، چین بنبست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. وقتی آقای مولوی عبدالکبیر می آید، ما باید نه زیاد بدبین باشیم، یعنی نه پسیمیست باشیم، نه بسیار خوشبین باشیم افراطی. اگر به طور واقع بینانه قضاوت کنیم، در برابر آقای مولوی عبدالکبیر چالش های بسیار دشواری قرار داره، نه تنها در افغانستان که باید خواستای معقول مردم افغانستان در قدم نخست باز کردن آموزش و تعلیم برای زنان و کار برای زنان، این در حقیقت مرکز تامین منافع ملی کشور ماست. اگر ما نیم پیکر از جامعه را به تکنولوژی نرسانیم، به علم نرسانیم، همان طوری که دوستای عزیز ما گفتن که چی از لحاظ اسلامی، چی از لحاظ منافع ملی، ما ضرورت داریم که به مدرن ترین تکنولوژی دنیا برسیم و آموزش یگانه راهی است که ما را به این سرمنزل میرسانه. بنابراین ما به یقین هستم که آقای مولوی عبدالکبیر با چالش های بسیار دشوار که بنبست ها را بچکنانه و هاکزا در عرصه منطقوی شما ببینید بحران های که میاده در پاکستان است، در ایران است که در اونجا شما میبینید که چالش های ملی دارن، چالش های جهانی دارن، منطقوی دارن، یعنی مجموعا در یک بحران دشوار جهان قرار دارن. جنگ اوکراین یعنی برده جهان تقریبا دو قطبی شدن. ما به یقین هستم که آقای مولوی عبدالکبیر اگر میخواهد که واقعا ما از چالش های ملی و جهانی بیرون براییم، یعنی ما دو نوع نظام ها داریم، یکی نظام ما هست، حتی سه نوع نظام ها داریم. نظام هایی هستند که اینا با پوپولیزم مبارزه میکنند، یعنی افراد هستند که دنبال قدرت و ثروت هستند، اینا از هر شعار استفاده میکنند، چی شعارهای آزادی، چی دموکراسی، چی جمهوری، چی مذهب، چی قوم، یعنی از هر برنامه کوشش میکنن برای رسیدن به قدرت و ثروت. برنامه دیگه هم ساختارهای ایدئولوژیک بود که تقریبا 40 سال در افغانستان این برنامه ما را برد به طرف ساختارهای اقتدارگرا و تامگرا، یعنی خودکامه. برنامه سوم رهبرای ملی هستند، رهبرایی که برای منافع ملی فکر میکنن، اونایی که میخواهند که به مملکتشان آزادی به پیشرفت بیاید و بالاخره تکیگاه زنا در مبارزه مردم است. یعنی وقتی که ما وحدت ملی میخواهیم، حکومت ملی میخواهیم، یعنی به اراده مردم بیاید، مردم انتخاب کنه حکومت خود و این راه را اینا باید است با قانون اساسی، یعنی قانون اساسی میسازند رهبرای ملی که در اونجا عقلانیت مطرح باشه، یعنی هم در قانون ما عقلانیت فرمان صادر کنه و هم در ساختن دستگاه دولتی ما. بنابراین هم قانون ما هر نوع تعصبی که مانع اختلاف میشه در بین جامعه ما یا وحدت ملی ما ای برداشته شوه و ها کزا دستگاهی ساخته شوه که مطابقت داشته باشه با قانون. ما قانونهایی داشتیم ولی اجرا نمیشد، در هوا معلق مانده بود. یعنی دو چالش بسیار بزرگ است که اگر کسانی که میخواین این برنامه را پیش ببرن، رهبرای ملی مسئولانه حرف میزنن، یعنی در مورد مملکت، مورد کشور خود و مسئولانه هم عمل میکنن. بنابراین ضرورت داره که اینا رجوع کنند به نخبگان ملی افغانستان، به دانشمندان افغانستان، اول یک قانون درست تنظیم کنند و بعد از قانون مشروعیت بگیرن، از حالت سرپرستی خود بکشند و بعد از او دستگاهی بسازند. دستگاه آقای اسحاق زای، حالا پرسش اساسی و مشکل اساسی هم اینجاست که خواست مردم است و دو سال از حکومت سرپرست گذشت تا حالا مراجعه نشده. چرا مراجعه نشده طی دو سال؟ عدم مراجع به شخصیت های ملی و نخبگان افغانستان خودش اینا را به بنبست مواجه ساخته. ببینید در انزوای کامل ملی و بین ملی قرار داره، یعنی به این مفهوم است که هیچ کشور اسلامی، هیچ نظامی در افغانستان نبوده که یک کشور را به رسمیت نشناسه. بنابراین اینا در بنبست مواجه است، یعنی چالش های بسیار دشوار دامنگیر مولوی عبدالکبیر است و دیگه ساختارا. اگر اینا میخواهند که واقعا کشور خود از این انزوا بکشن، ببین رهبران میاین میرن میمرن، رهبرایی که دیکتاتور بودن، تامگرا بودن، فاسد بودن، اینا آمدن و رفتن و مردن، از خود جز پشیمانی و شرمندگی چیزی باقی نموندن. کسانی که بر آینده خود فکر میکنن، بر آینده اولاد خود، بر آینده مملکت تشکر خود، تشکر آقای ساخزه، مسئولیت عرف میزنن و عمل میکنن، قانون عادلانه و انسانی میسازن و یک دستگاهی که امر تحقق پیدا کنه به وجود میارن. سپاس آقای جعفری.
طی دو سال گذشته دید و بازدید ها جریان داشت در کشورهای مختلف از دوحه گرفته تا سمرقند و حتی همسایه، در باب تعامل هیچ چیز به دست نیامد. آیا چالش هایی که فراراه پیشروی آقای مولوی عبدالکبیر قرار داره میتونه از این چالش ها برایند خوب در باب تعامل داشته باشه؟ ضمن موافقت با فرمایشات برادر عزیز ما جناب آقای اسحاق زی، میخوام عرض بکنم که مولوی کبیر یک شخصیت معتدل و شناخته شده است. یعنی در بین شخصیت های امارت اسلامی شون یک شخصیت ملی و شناخته شده و معتدل است، ولی ما امیدوارم که ایشان بتواند این چالش ها را از پیش رویش به تدریج برطرف کنه. یعنی به گمانم صرف تغییر و تبدیل در رئیس الوزراء مشکل حل نکنه. اگر چنانچه در حلقه تصمیم گیرندهی که در قندهار حضور دارن و احیانا در کابل تصمیم میگیرن، اونها چه مقدار با تغییر و تحول موافقت کنه، و الا تغییر و تحول جابجایی در حکومت ها یک اصل پذیرفته شده و معمول است در همه جای دنیا. لذا ما به گمان میاد که این نشست هایی که در کشورهای مختلف میشه نوعا گرداننده هایش خارجی ها و بیرونی هاست. من معتقدم به عنوان یک شهروند که هیچگاه کشورهای همسایه منطقه و فرا منطقه اولویت اولشون منافع مردم افغانستان نیست، اولویت اولشون عمق استراتژیک افغانستان نیست، اولویت اول منافع خودشونه. در هر کجای دنیا که اجلاس ها برگزار میشه، ما دیدیم از اجلاس بن که اجلاس نامبارک و نامیمونی بود، واقعا یک اجلاس ناقص بود که ما در 2001 با او مواجه شدیم، در 2021 میبینیم پس به همون نقطه اول برگشتیم. لذا اگر این سمینارها، ما به گمانم که مشکل مردم افغانستان حل نخواهد کرد، چون نه تصمیم گیرنده این سمینارها افغان ها هستند، نه در اونجا افراد مؤثر از افغانستان اونجا حضور دارن و منافع ملی افغانستان را باید ما لحاظ کنیم. لذا این تغییر و تحول، امیدوارم که به یک تغییر و تحول در کشور افغانستان به وجود بیایه. ببینید حکومت سرپرست هم از خودش تعریفی را داره. در همه قوانین دنیا شما نگاه میکنین، حکومت سرپرست برایش زمان مقیده، مقیده به زمانه. صلاحیت هایی که یک کابینه برحال و یک کابینه به اصطلاح دائمی که در مدتی داره، سرپرست ها و طبیعتاً اون صلاحیت نداره. علاوه بر اون ما فعلا فاقد قانون اساسی کشور هستیم. قانون اساسی قبلی ملغا شد و ما فعلا در یک خلای قانونی به سر میبریم. یعنی اینا مشکلاتی نیست. ببینید ما هدفم از حکومت همشمول این نیست که او آدمای فاسد و آدمای بدنامی که در حکومت‌های قبلی و در حکومت پیشین بود اونا دوباره برگردانده شد. اشتباه نشه. حکومت همشمولی که ما تعریفش میفهمیم، فعلا کابینه این حکومت فعلی ما همهشان اعضای امارت اسلامی از هر قومی که باشه. ما داریم افراد متخصص دلسوز که آمادگی خدمت به مردم و به کشور خود داره، ولی عضو امارت اسلامی و تحریک طالبان نیستن. ما وقتی میگیم همه شمول، یعنی همه مردم خود را در آینه حکومت ببینند. تا ما این مشکلات داخلی را ببینید، ما مشکل متحد است با تخصص. ببینید ما خواسته و ناخواسته کشور را بدون تخصص نمیشه اداره کرد. شما در وزارت حج و اوقاف باید یک متخصص دینی و اسلامی بیارید، در وزارت عدلیه باید یک متخصص و قانونگذار بیارید، یعنی برای وزارت صحت عامه باید یک دکتر متخصص بیارید، یعنی در وزارت آب و برق باید یک متخصص بیارید، یعنی نمیشه. در وزارت خارجه باید شما یک متخصص علوم سیاسی رو بیارید. یعنی کابینه را و کشور را بدون تخصص نمیشه اداره کرد. ما شما میبینید در طول این 21 22 ماه چی تغییر و تحول ایجاد شد. ما در رابطه با رسمیت شناختن حکومت یک به اصطلاح ذره ما نتونستیم جلو بریم. ای که بعضی از کشورها به خاطر منافع خودشون مراکز دیپلماتیک افغانستان را در اختیار امارت اسلامی قرار داده، ما نباید ایره تلقی بر رسمیت شناختن کنیم. با معذرت، همیشه امارت اسلامی مقامهایش
تاکید بری داشته که افرادی که جایگزین است به خصوص در سرپرست وزیرها البته اونا تخصص دارن در امورشته و در کنار از او تعلیمات دینی دارن. چقدر موافق هستید؟ تعلیمات دینی روی پلک چشمای ما جا داره، ولی شما اگر به یک ملا و یک آخوند که تعلیمات دینی را شیخ الحدیث باشه، حجت الاسلام باشه، آخوندزاده باشه، در وزارت آب و برق بگذارید، فکر میکنید در او وزارت کار پیش میره؟ وزارت صحت عامه را به یک ملای خوب بسپارید، یا شما بیاین وزارت مثلا حج و اوقاف را به یک انجینیر بسپارید، بله میتواند دور پیش ببره؟ اینا واقعیت هایی است. سپاس آقای جعفری، برمیگردیم. سپاس خیلی زیاد. آقای سمکنای، آیا در مدیریت آقای عبدالکبیر افغانستان از انزوای جهانی بیرون میشه؟ من نه منګه تاسو افغانان به دیوی څو حقیقت ته به دیوی ډیره پاملرنه وکړو. اول په افغانستان کې 15 کال افغانانو د پردیو په لمسون باندې د کور دننه ډیره ظالمانه جګړه وکړه. په دې کې د قومونو ترمنځ، د سیاسي خلکو ترمنځ ډیر نقصانات ورسېدل، او په دغو 15 کلونو کې د سیمې هیوادونو، ګاونډیو هیوادونو او د هغې نه لویو قدرتونو وکولی شول چې د افغانستان دننه نیابتي ډلې جوړې کړي چې د دوی دپاره نیابت وکړي. بل موضوع دا دی چې یو افغانستان درته ښیم، هغه هیوادونه چې دریمه او څلورمه درجه کې قرار لري، هغوی له بده مرغه که جګړه وي او که نه وي پکې، د لویو قدرتونو نه بغیر دوی هماغلته نشي کولی چې دوی ملي تصمیمونه ونیسي. زما په نظر بعد له دې نه چې په افغانستان کې مرحوم شهید داود خان مو دلاسه ورکړو، بیا د هغه وخت نه ردلې داسې موږ یو ملي قدرت نه دی لرلی چې هغه وکولی شي چې د ټولو پرګنو د غوښتنو سره سم اقدام وکړي. غواړي نه غواړي زموږ صلاحیتونه محدود دي. د افغانستان مسله اوس د افغانستان د سرحدونو نه د باندې معلومیږي. موږ کولی شو که رول ولوبو په هغه صورت کې که چیرې خارق العاده د اعلی طرفه یو رحم په موږ وشي چې ټول افغانان د ملي یووالی په نظر کې نیولو سره ټول په دې باندې سلا شي چې موږ نوره جګړه نه کوو، موږ خپل هیواد آبادوو. اوس موږ داسې و حالت ته راغلي یو چې موږ خپله تصمیم نشو نیولی، مجبورن و د نورو قوتونو ته به موږ متوجه وو چې هغوی څه وایي. مثال به زه درکړم، په دې تېر جمهوریت کې د امریکې ټاکنو ته به ټولو په تمه وو چې سترګه د امریکې په ټاکنو کې څه راوځي. حتی دلته به ورته تبلیغ کېدو په افغانستان کې، یو به وي چې پلانکی د جمهوریت غوښتونکي دي شي، چا به وي چې دیموکراتان دي شي. نو حتی د هر ملک کې چې څه پېښېږي، اوکراین جګړه پېښه ده، موږ تر اغېز لاندې یو. د ترکیې انتخابات کېږي، موږ یې تر اغېز لاندې یو. دا ولې چې دلته موږ وابسته یو دغو هیوادونو سره. پس دلته نو یوازینی شی دا دی چې موږ افغانان ته پکار دا دی چې ته ما ومنې، زه تا ومنم، تا هغه ومنې، هغه ما ومنې، بالاخره ټول سره ومنو. په هغه صورت کې به موږ حداقل 50% د خپل د ملک په مورد باندې فکر وکړو، بغیر د دغې نه ما ته غیر معقوله بریښي. خبره دا دی چې اوس هر تغییرات چې راځي هغه به البته موږ نشو ټاکلی. حالا آقای سمکنای، بحث ها در مورد ازمی سرپرست وزیرها، ما شاهد بودیم که امارت اسلامی مقام هایش گفته که ما یک حکومت دستشانده را نمی خواهیم و جهان همواره تعریفش از حکومت همشمولی است که مهره های خود را جانشین بکنه. حالا چی تحلیل شما دارین که تغییراتی که قرار است بعد از این بیاید، آیا نقش اساسی را حکومت سرپرست داره یا کشورهای دیگه؟ ګوره دلته څو مسایلو ته بیا ډیره قوي پاملرنه ولرو. هغه دا دی چې لکه څنګه چې جناب جعفری صاحب وایي، هر هغه څوک باید دلته مغلطه صورت ونه نیسي چې هغه څوک چې په تیر کې ښه تاریخ نه لري هغه باید را ونه غوښتلی شي، ځکه د هغو په راتګ سره
پرګانی بی باور کیږي. او اسلامی امارت چې اوس درسته د دوی د قومونو ته هغه ځای ورکړی چې څومره فیصدي ده، درسته د قومونو په نظر کې نیولو سره درجه بندی کې دوی هغه کار کړی دی، حکومت یې ټول شموله کړی، خو خلک څه وایي بیا افغانان چې دا د یوه صنف دي، یعنی ملایان دي. هیله دا ده چې دغه په خپل حالت کې وساتي او د نورو همدغسې لکه د کوم ترقیب چې اوس دی قومي، همدغسې د متخصصینو ډلې را جوړې کړي چې تر څو افغانستان په دواړو عرصو کې مونږ یو قوت ته ورسوو. اوس نو شونې ده چې مونږ د شرق او غرب د تقابل نه په ګټه اخیستو سره افغانان ډېر هوښیار اوسېږي، ځکه اوس افغانان ډېر ذهین دي، د مخکې په شان سره نه یو. دا اوس چې مونږ تاسې سره ناست یو ټول یو رقم فکر لرو، تر اسحاقزي صاحب پورې هغه څه دي، هغه دا دی چې د یوه سرلوړي آباد او ښیرازه افغانستان غوښتون. تشکر آقای سمکنی. آقای ساقزی، عوامل معرفی نشدن کابینه مکمل افغانستان چی فکر میکنین که دلیل چی بوده میتونه، عوامل مشخص چی است که تا حالا کابینه مکمل یا تکمیل کابینه صورت نگرفته؟ خوب، اساسی ترین مشکلی است که می ساختاری که رهبری میکنه، می رهبری که طالبا دارن که بیشتر از تقریبا 21 یا 22 ماه این عدالت سرپرست موندن، خودش نشان میده که اینا تجربه کافی برای برنامه های ملی و جهانی ندارن و همچنان مراجع نکردن به شخصیت های ملی و آزادی خواهی افغانستان. اگر اینا قرار باشه که برنامه را ادامه بتن، در قدم نخست شما ببینید در یک بخشی که مسئله آموزش است و کار است، و اگر یک روز به تعویق میفته، یعنی ما میلیون ها افغانی متضرر میشه. به می قسم اینا هر روزی که نمیتونن حالت سرپرست برای حاکمیت قانون ایجاد کنن، یک دولت مشروعی از طریق مردم، یعنی اراده مردم به وجود بیارن، هر روز اعتماد خود کمتر میسازن. یعنی اعتماد مردم وقتی کاسته میشه، هیچ نظام نمیتونه، هیچ ساختار سیاسی نمیتونه که بدون حمایت مردم نه به مشروعیت ملی میرسه، نه به پیشرفت و آزادی و عدالت. منوان نظام و حکومت ها مال شخصی یک فرد، یک تنظیم، یک قوم، یک طبقه نیست، در این مال تمام شهروندان کشور ما هست. اینا کسانی که میخواهند برنامه های خود پیش ببرند، اینا کسانی باشند که دیدگاهشان همه قدر وسیع باشه در سه ملی و آکزا در سه بین ملی. اگر اینا این تجربه را به دست نبیارن یا متخصصین را داخل نسازن که دارای هم صداقت هست، هم تجربه هست، هم دارای دانش و تخصص هست. بیشتر دوستای ما بسیار تذکر دادن چی آقای دکتر جعفری، چی آقای دکتر سمکنی، که یگانه مسئله بسیار ارزش داره که ما دولت بسازیم که در اون مسئله کادرها را درست تنظیم کنیم. یعنی هیچ سیاست بدون جابجا ساختن درست کادرها او تحقق پیدا نمیکنه. از این خاطر مشکلات از یا همی است که باید از اگر قرار باشه که اینا دولت ایجاد نکنن، حکومت قانون ایجاد نکنن، به مرور زمان اینا همی برنامه ای که پیش میبرن، تا حدود به طور نسبی ما امنیت آوردیم از گذشته ها کرده بیشتر، تا حدود میل مبارزه علیه فساد داره، ولی وقتی که یک ساختار یا یک حزب یا یک تنظیم قدرت سیاسی را میگیره، ساختارهای فاسد مافیایی سیستماتیک است، کلاهبردارها، قاچاقبران مواد مخدر و سایرش، اینا بسیار ماهرانه با استفاده از روابط قومی، با استفاده از روابط سیاسی، با استفاده از برنامه های متعدد حتی استخباراتی میخواهند داخل سیستم شوند. بنان خود برنامه های فساد و افراطیت و تهدیدهای کشورهای منطقه سیستماتیک پیش میره. اگر ما یک دولتی نداشته باشیم که به طور سیستماتیک در تقابل با کسانی که میخواهند منافع ملی ما را صدمه بزنند، میخواهند که افغانستان به طرف جنگ و خشونت و وحشت ببرند، توان زیری نداشته باشیم که در برابر از او مقابله کنیم، بنابراین ما دوباره به انحطاط میریم، امنیت هم دست میتیم و بالاخره مبارزه علیه فساد هم به ناکامی مواجه میشه. یگانه راهی است که ما ساختار را بسازیم که هیچ دیکتاتوری، هیچ افرادی که به قدرت آمده نتانه که به حیات و آزادی و برابری مردم صدمه بزنه و به منافع ملی ما. در اون صورت ما باید است یک دست اول یک قانون درست بسازیم که قانون تمام مشکلات افغانستان یعنی تعصبات دور بسازه و از فرد جامعه در راه خوشبختی و سعادت حمایت کنه، و دوم دستگاهی بسازیم
که دستگاه واقعا اول تفکیک قوامت را از دریجه ما باید پارلمان ایجاد کنیم، ما باید قضاوت بی‌طرف و عاقل ایجاد کنیم، ما باید دولت پروفشنال و حکومت پروفشنال و حرفه‌ای و اکادمیک ایجاد کنیم. اما تو که دوستای عزیز ما گفتن که در عرصه‌های مختلف متخصصین نصب شوند، ما از دستگاه گذشته فاسد و دستگاه ساختارهای ایدئولوژیک گذشته باید درس کافی به دست بیاریم. یگانه راهی است که ما رسانه های آزاد ایجاد کنیم که این دولت کمک میکنه که در آخرین فرد جامعه اگر انحراف باشه، کجروی باشه و تهدید باشه، او را برملا میسازه و دولت ها و حکومت ها در برابر از او مقابله میکنن. یک جامعه مدنی قوی داشته باشیم. این نمیشه که حکومت در انحصار یک گروپ، یک سازمان، یک تنظیم باشه. او جامعه مدنی، نماینده های حزب سیاسی، نهادهای اجتماعی، تهدیدهایی که متوجه افغانستان است، پیشرفت افغانستان است، آزادی و عدالت است، این را برملا میسازه و ساختارهای مدنی جدا از حکومت به وجود میآید و کسانی را که میخواهند چی در حکومت چی بیرون حکومت منافع ملی و آزادی را تهدید کنه در برابر از قرار میگیرند، به اعتراضات عدم خشونت مدنی میرن و رای تامین عدالت و منافع ملی را تامین میکنند. سپاس آقای ساقزیب. آقای جعفری، در حال حاضر قانون اساسی وجود نداره، رابطه مردم و حکومت هم تعریف نشده. حالا که همواره امارت اسلامی میگن که قانون ما قانون قرآن است و طبق دستورات شریعت اسلامی عمل میکنیم، حالا چی باید شود؟ قانون شریعت اسلامی تطبیق شود یا قانون فرعی دیگه هم ضرورت اشد است که در کنار از این قانون اسلامی جاگزین شود؟ ببینید، افغانستان یک کشور اسلامی است. مردمش 99.5% شاید بیشتر مسلمانند. در یک کشور اسلامی همه خواهان نافذ شدن شریعت اسلامی و قوانین است. ببینید، قرآن عظیم الشأن که منبع اصلی قوانین ما هست، در قرآن کلیات بیان شده، در جزئیات نپرداخته. مثلا شما ببینید در مورد حج ما یک آیه داریم: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. ولی حج شما باید از میقات برید. کجای قرآن آمده که از میقات برید؟ در حج که میرید باید محرم شوید در میقات دیگه، درست؟ بعد وقتی میقات میشید، چند چیز خاص که قبل از اینکه محرم شوید بر شما حلال بود، با پوشیدن احرام بر شما حرام میشه. این جزئیاتی که در قرآن نیامده و همینطور برید. هفت شب دور خانه خدا شما از حجر شروع میکنید، به حجر هم ختم میکنید. و سعی صفا و مروه داریم. اینا یعنی کلیات شما، همه احکام الهی در قرآن هست. بله هست، ولی کلیاتشه. جزئیاتش باز باید در روایات و احادیث. ما هم وقتی میگیم قانون اساسی، باید قانون اساسی بیاید که منبع او قرآن هست، منبع او روایات صحیح و سند هست که از رسول گرامی اسلام و اهل بیتش و اصحابش به ما رسیده. ما نمیتوانیم بگوییم که خب ما به شریعت عمل میکنیم. خب در به اصطلاح امروز حکومت و حاکمان یک حقی بر مردم داره و بالمقابل مردم هم حقی دارد بر حاکمیت. اتباع حقوقی دارد و وجایبی داره. این را از کجا استنباط میکنید؟ در سیاست خارجی شما به اصطلاح اصولتان را چگونه میخواهید از شریعت برداشت کنید؟ لذا ما میبینیم با انصاف که نگاه کنیم، قانون اساسی قبلی زمان جمهوریت از بهترین قوانین اساسی آسیای میانه و حتی خاور میانه بود. اما یکی متاسفانه به قانون عمل نمیشد. خود حاکمان بیشترین ناقضین به اصطلاح مثلا قانون بودند. خب ما باید یک قانون اساسی داشته باشیم در روشنایی آیات قرآن و روایات و شریعت اسلامی. یعنی در قوانین ما، چه قوانین اصلی چه قوانین فرعی، یک ماده نباید باشه که با شریعت اسلامی در تضاد باشه و در تعارض باشه. اما ما نیاز به اصطلاح نیاز داریم محاکم بر اساس کدوم قوانین حکم صادر میکنه. یک کسی که متهم هست به اصطلاح چند ساعت سارنوالی میتونه، چند روز میتونه او رو نگه داره؟ حقوقی که یک زندانی و یک کسی که در حال تحقیقه متهمی به جرم، هنوز در شریعت و در دین ما کسی که اگر عمل جرمی را مرتکب شده، ما تا زمانی که محکمه صالحه حکم به اصطلاح به مجرم بودن او نکرده، ما به او مجرم گفته نمیتونیم، میگیم متهمی به جرم است.
ما اگر یک کسی همیشه پیشروی ما و شما یک آدمی را کشت، با چاقو زد کشت، می توانیم ما او را همونجا بالفعل قصاص کنیم؟ نه نمیتونیم. او باید دستگیر شود، به محکمه بره، تحقیقات انجام شود و قاضی محکمه هم حکم به قاتل بودن او صادر کنه و حکم کنه که این آدم باید قصاص شود. لذا ما نیاز داریم به قوانین مدون در همه ابعاد زندگی مردم که اخذ شده از قرآن و سنت رسول خدا باشد و هیچ قانونی هم در کشور اسلامی نباید مخالف شریعت باشه. آقای جعفری، چرا تا حالا کوتا آمده حکومت سرپرست؟ تا دو سال چرا نتانسته قانون منظم جور بکنه؟ باید مسئولین محترم حکومت جواب بده. ما شما ببینید تحلیل شما چی هست؟ جناب آقای محمدی، ما در طول اینمی مدت ببینید ما در عرصه امنیتی پیشرفتی داشتیم، یعنی یک امنیت نسبی در سراسر افغانستان به وجود آمد، کسی منکری این نیست. شهرها راه ها امن شد که اونم دلایل خودش داره، ولی ما در عرصه اقتصاد و اشتغال کار زیر صفریم. اکثر وطندارای ما که به کشورهای همسایه و از اونجا به کشورهای دور میره، من معتقدم 95% اینا به خاطر مسائل امنیتی نمیره، به خاطر مسائل اقتصادی میرن، کار نیست. در عرصه سیاسی ببینید ما یک قدم نتونستیم پیشرفت کنیم، یعنی حکومت را در طول 21 یا نزدیک به 22 یا 20 ماه قطعاً یک کشور به اصطلاح اسلامی و همسایه و غیر همسایه او را به رسمیت نشناخت. در مورد جلب رضایت مردم ما باید بپذیریم که پیشرفت اون چنانه صورت. بله، تشکر آقای جعفری. آقای سمکنه، شما بگوین که حالا چی باید شود در خصوص مشارکت زنان در حکومت که جامعه جهانی خواستشان نیز است؟ شاهد ازی باشیم که زن گماشته شود در پست های کلیدی حکومت سرپرست. آیا آقای عبدالکبیر میتونه که این چالش ها را برطرف بسازه؟ مننه. یو تعداد مسائل تا باید مونږ فکر وکو. مونږ په ډیر وخت کې د غرب د سیستم تمثیل کړی دلته، او دلته په موږ باندې ځینې سیستمونه تپل شوي دي چې هغه د مونږ علمي سطحه او اقتصادي سطحه نه ایجابوي چې هماغه سیستمونو سره کار وکړو. لکه جناب جعفری صاحب چې وفرمیل، مونږ مسلمان یو، مونږ باید د محمدي شریعت په برابر باندې مونږ باید خپل ځنونه عیار کړو که مونږ غواړو چې مونږ ځنونه یو ځای ته ورسوو. لکه ایران وګورئ، د خمینی یا خمینی د دواړه د امیر المؤمنین په ردیف کې قرار لري، رهبری شورا لري، ریاست جمهوری لري، د ریاست جمهوری دپاره انتخابات لري، دواړه مجلسین لري، یعنی ټول پکې تمثیل شوی دي. اوس د دې په خاطر چې مونږ ته ډیر لا وخت دی که مونږ شل کاله بعد دا څه چې اوس نړیواله ټولنه مونږ نه غواړي که مونږ ورسېدو، البته دلته به د نوی نسل مونږ باید وروزو، ځکه مونږ لا تر اوسه پورې په د اسلام پر اساساتو باندې مونږ افغانان نه پوهیږو. که اوس پښتنه چانه وکړو ممکن علما وپیږي، خو زه و تا د اسحاقزي صاحب په شان یا د نورو په شان تربیه نه پوهیږو. درسته یې مونږ به طب ویلی وي، انجینري به هم کړی وي، حقوق به هم ویلی وي. مهمه دا ده چې دلته ښځه لکه د نر په شان سره خپل حقوق لري، هم د ملګرو ملتو په منشور کې دغه حقوق تثبیت دي او هم د شریعت کې دا تثبیت دي. د شریعت چې څه حکم کوي هغه مونږ او تاسې باید وغواړو. د هغې نه فراتر مونږ باید هغه څه ونه غواړو چې مونږ بیا په داسې اساس وخت کې د ستونزو سره مخامخ کي، د ټکر سره، چې څو مونږ په خپل منځ کې یوه بل ته سوال او ځواب ته تیاری ونیسو. نه، راځئ غرب ته مونږ قناعت ورکو. اوس که فکر وکړو، مثال به راوړو، ډېر ساده مثال. مونږ نشو کولی چې په فرانسه کې دا کالي واغوندو، او فرانسویان که په مونږ کې دریشي اغوندي وبه غوندي، او که مونږ کالي واغوندي خو دا به ډېره ښایي. یعنی مونږ نشو کولی چې د دوی بعض مسایل د ځان دپاره ومنو، ځکه مونږ په ډېرو ځایونو کې سختې تجربې واخیستلې. اوس ګوره، دا نن به د مونږ ګاونډي پاکستان درته وښیو. زمونږ په ګاونډي پاکستان کې درې قواوې دي، یوه یې نظامي ده، یوه یې قضایه ده، او یوه یې ملکي ده. دا خپله درې سره په دوی سره په ټکار کې دي، ځکه دا ستونزې ورته را پیدا شوې. همداسې په مصر کې مو ولیدل
چې یو قانوني حکومت د مرسی د السیسی د اردو په واسطه سره د منځه لاړو. همداسې په نورو ځایونو کې دغه غیر یعنی غیر متجانس سیستمونه دي. مونږ باید خپل سیستم ته مراجعه وکړو. هغه پښتو کې یو مطلب مشکل اساسي همی اساس پای سم کنه که مرات اسلامي به می خواست ها استاد است میگه که حکومت هم شمول است و کار برای بانوان در ادارات مختلف هنوز وقت است، فرصتش مساعد نیست، یک جا بودن هم مشکل شرعی داره. حالا چی به این چالش ها کی رسیدگی بکنه؟ کی از کی گره کور را باز بکنه؟ آخ برده که مونگ فکر وکوی مونگ پسی اتاما که مونگ خزی طبقه اوناس چه ده کار کوی تعلیماتیم کیگی، هم دستی پا پلیسو کیمشتا، هم دستی پا نورو برخو کیمشتا. دوی خبره داده چی وزدالت دای یوازی دا تکفو نکی، مونگ باید خزو تا چی پا طولو عرصو دی جوان که البته اسلامی او افغانی رسوم په نظر کې نیولو سره مونږ باید خپل جامعه سالم باشتا. یا رسوم و همین مسئله را که شما یاد کردین در دو دهه گذشته چقدر مد نظر گرفته شده بود؟ په تیرو دو دهو کې مونږ خپل ایت صلاحیت نه درلود. مونږ ټول حکومت د سپارتونو کې کېده، د سپارتونو د تعیناتو رد و بدل بکېدل دی. مونږ ایت صلاحیت نه درلود متاسفانه. مونږ شل کاله د خارجیانو په پرمایش باندې حکومت کړی. اوس خبره دا کو چې راځي مونږ او تاسې خپل انانات په نظر کې ونسو. مونږ اوس هماغه وخت نه دی چې په تیر وخت کې وته. اوس خلک ډیر ښه فکر کوي. تا غونته ځوان اوس کولی شي د خپلې ټولنې په مورد ډیر وخت فکر وکړي او څنګه د چلشونو نه راووزو. دا ډیر اسانه ده. سپاس آقای سمکنای. آقای اساق زای چی فکر میکنین که صلاحیت های کابینه سرپرست تا چه زمان در افغانستان قابل اجرا خواهد بود و تا چه زمان مردم افغانستان شاهد ازی باشد که حکومت طرف سرپرست های داره شود؟ خب آقای محمدی، من به عقیده استم که تا زمانی که حکومت سرپرست طالبا به خواستای مردم افغانستان، خواستای معقول جهان احترام نگذاره و بر بنیاد منافع ملی یک قانون ایجاد نکنه، یک دولت نسازه، اینا نمیتونن خدا مظالت سرپرست بیرون بکشن و مشروط ملی و جهانی رو بگیرن. بنان ما به یقی دستم که ما گذشته هست نشان داد که در ساختارهای متعدد بود در افغانستان به نام طبقه دکتاتوری ساخته شد، به نام قوم ساخته شد، به نام مذهب ساخته شد، ولی حکومت ها محدود ما در انزوای ملی هم قرار گرفت، انزوای به ملی هم قرار گرفت. قانون ما باید بسازیم که در این قانون تمیز که شما از دوره شاه امان الله خان داشت ظاهر شد، ببینید که در اونجا تمام ساختارهای ما طور بود که تمام مسائل رعایت شده بود. یعنی اگر شما حقوق زنها را میگین، زنای افغانستان در طول تاریخ اکثرت مطلقش با عزت و سربلندی زندگی کردن. مردم افغانستان اولین چیزش که برش ارزش داره، اهمیت داره، ناموزش است. یعنی میگه به نانش و هر چیزش تعرض میکنی، کسی اجازه تعرض به ناموزش نداره. بدترین چیز برای یک افغان امی است، این سنتایش است. این زنان افغان شما نمیتونین که تنها با محدود ساختن از مکتب یا آموزش یا خانه، بیرون برآمدن از خانه، اینا را شما به حساب مو حریم آزادی طبیعی و قانونی که مطابق دین مبین اسلام داره و مطابق قانون مدنی و سیاسی و حقوق بشر داره ازش بگیریم. شما تلاش کنیم که اگر ما واقعا میخواییم دین خدا در قلب مردم جای بدیم، با عالی‌ترین اخلاق، با ترحم و با عدالت تامین میشه، نه با سرنیزه، نه با شلاق، نه با اعدام. بنان ما تلاش کنیم که از حکومت‌های اقتدارگرا و تامگرا و ایدئولوژی گذر کنیم. منافع ملی ما ایجاب میکنه که بیشتر از 40 میلیون انسان در افغانستان با عقاید مختلف وجود داره. ما نباید اختلاف داشته باشیم، ولی نظریات مختلف داشته باشیم برای پیشرفت افغانستان، برای تامین منافع ملی افغانستان. بنان ما به یقین هستم که اگر قرار باشه که ما قانون بسازیم که از لحاظ خصوصا قانون جزایی ما، اگر واقعا قانون نباشه که در اونجا با ترحم، با اخلاق، یعنی انسانیت و منافع ملی ما تامین نشه، با خشونت برخورد صورت بگیره. بیشتر دوست عزیز ما ارائه کردم که متهم که آلت اصلیش برات داره،
یکی از بهترین حقوقدانان جهان میگه چیغ زدن در برابرش گناه است. چی خواست که او را ما بدون یک محکمه صالح و تمام ضمانت های دفاعی را برخوردار باشه سرش تصمیم بگیریم تا سرحد شلاق زدن، تا سرحد اعدام. این گناه است، اما از لحاظ اسلامی گناه است، اما از لحاظ ملی و از لحاظ حقوق بشری ما باید قانون بسازیم که هم برنامه های دین مبین اسلام که مردم افغانستان کاملا در طول تاریخ این را رعایت کردن و هم قانون مدنی بسازیم، هم قانون بسازیم که ملی باشه، هم انسانی باشه. اما با تعهدات داریم برای قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی یک قانونی که تمام ضمانت های حمایت از تمام شهروندان افغانستان در هر قومی که هستند، در هر مذهبی که هستند، در هر سازمانی که هستند به طور برابر تامین کنه. این راه عدالت هم باز میکنه، راه وحدت هم باز میکنه و راه خشونت کاملا محدود میسازد. بنابراین اولا ما باید قانون مدونی بسازیم که تمام شهروندان افغانستان صرف نظر از هر نوع تعصب آزادی و حیات و پیشرفت خود را ببینند و دولتی هم بسازیم که معتقد به اهداف و به تامین منافع ملی و انسانی و عدالت در افغانستان باشه. بح. از این خاطر من به یک عقیده هستم که زندگی بیشتر از 40 سال شاندا بعد از دوران علی عزت محمد ظاهر شاه که حکومت هایی که آمدن تعصبات داخل سیستم شد شد آقای قانون اساسا کردن که تنها معدود ماندن، اینا تلاش کنن که از این محدودیت خود بکشن، با یک قانون ملی و یک قانون سپاس. انسانی رای آزادی و عدالت به مملکت ما باز کنن. در پایان بحث هستیم و میخوایم بحث را جنبندی بکنیم. هر مهمان ما دو دقیقه فرصت دارن. از آقای جعفری میخوایم بپرسم حالا کی باید کنار بیاید، امارت اسلامی یا جهان؟ ببینید امارت اسلامی به خواستای معقول، مشروع و منطقی مردم خود پاسخ مثبت بده. خواسته های معقول و منطقی جامعه جهانی که با شریعت اسلامی و با اصول دینی و اسلامی در تعارض نباشه و مخالف منافع ملی ما نباشه و اونها هم تمکین کنه و جهان هم باید بپذیرد که ما برای خود اصول و ارزش هایی را داریم که اصول و ارزش های ما هم برای ما مهم است. لذا من معتقدم که یعنی ما اگر بیاییم در داخل کشورمان رضایت مردم را و خواسته های معقول اونها را تأمین کنیم و تمکین کنیم و خواسته های معقول و منطقی و مشروع جامعه جهانی که در تعارض با منافع ملی ما هم نباشد و در تعارض با اصول و ارزش های دینی ما نباشد، ما فکر میکنیم یک راه میانه ای را در پیش بگیریم، این مشکل حل خواهد شد. در مورد به اصطلاح زنان، این قدری که اسلام به زن حق داده هیچ کدامی از این قوانین دنیا نداده. یعنی اگر ما مثلا به عنوان مثال بخوایم عرض بکنیم، در شریعت اسلامی زن وقتی که به اصطلاح نوزاد متولد میشه جز همون شیری اول، زن دیگه از لحاظ شرعی مکلف نیست به این بچه شیر بده، زن مکلف نیست برای ما کالای ما رو بشویه، زن شرعاً مکلف نیست برای ما نان درست کنه. این یک روابط و حسن به اصطلاح تعامل بین زن و شوهر و الا این حقوقی که الان در شریعت اسلامی در هیچ کدام از دموکراسی نیست. در دموکراسی که زن یک وسیله است برای به اصطلاح اقتصاد کشورها، لذا ما فکر میکنیم یک راه میانه ای را در پیش بگیریم، هم اصول و ارزش های دینی خود حفظ کنیم، هم روابط بین الملل و اصول روابط بین الملل در تعارض با دین نیست او را هم رعایت کنیم، یک حکومت معتدل دینی و اسلامی انشاءالله برای افغانستان کارآمد خواهد. سپاس. آقای سمکنای، کی کنار به افغانستان، حکومت سرپرست امارت اسلامی یا جهان؟ چون میارده پنړای کې چې هغه موږ د ملګرو ملتونو مؤسسه جوړه کړې ده، هغې ټولو ته خپل حقوق چې څومره دي هغو ته لاره خلاصه کړې ده. هیله مو دا ده چې نړیواله ټولنه زموږ په کورنیو چارو کې د کاذبې دیموکراسۍ په پلمه موږ کې لاسوهنه ونه کړي. موږ دلته دوه اصل لرو، یو د دوهې تړون دی چې هغه د افغانانو د امریکایانو ترمنځ شوی، د هغو پات کوم موادات چې دي د هغو ته د لاسرسي په خاطر باندې باید موږ یو کانفرانس راوغواړو چې په هغه کانفرانس کې د بین الافغاني مذاکرات پیل کړو چې تر څو پایلې ته ورسیږو. بل موږ د کور دننه یوه بله سنتي، یعنی د ما او تا د پلار او د نیکه د وخت
لوی جرګه ده چې په لوی جرګو کې د میرویس خان نیکه د وخت نه راپه دیخوا مونږ سیاسي او ټولنیز مسایل حل کړي دي. په کار دا ده چې یوه لویه جرګه راوغوښتلی شي د افغانستان ټول اقوام ټول اصناف او اکناف ټول پکې را یو ځای شو چې تر څو ملي بحث پیل کړو په نتیجه کې مونږ یوه نتیجې ته ورسیږو چې څنګه مونږ اساسي قانون ولرو، مونږ څنګه یو نظام ولرو، مونږ څنګه کورنۍ او بهرنۍ پالیسي ولرو چې پر مټې مونږ د نړۍ سره خپلو روابطو ته ټینګښت ورکړو. بله، تشکر خواهیستم. کنه آقای ساقزی، راه حل چی است؟ بعد تحلیل شما چه باید شود از زودترین فرصت و کدام گام را حکومت سرپرست بردارد تا از انزوای جهانی بیرون شود؟ برای حکومت سرپرست طالبا ضرورت است که جهان مطالعه کنند که جهانی که به تمدن رفتن، پیشرفت رفتن، به آزادی رسیدن، حکومت های ملی ایجاد کردن که هیچ کشور خارجی نتونسته مداخله کنند، همچنان به تاریخ افغانستان هم رجوع کنند که اینا در تاریخ ساختارهایی را که آمده و چرا شکست خوردن و چرا افغانستان به منجلاب کشاندن. یعنی هر وقتی که مردم افغانستان متحد شدن، وحدت ملی تامین شده، افغانستان امپراتور شده، از دوران احمدشاه درانی گرفته تا علیرضا امان الله خان و بالاخره 40 سال ریفورم‌های علیرضا محمد ظاهر شاه. از این خاطر من به یقین هستم که ما باید قانون ملی که واقعا تمام تعصبات کنار زده شود و با یک قانون انسانی که بتانیم خود شامل جامعه جهانی بسازیم بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، راه را میتانیم باز کنیم به سوی یک دولت با عزت ملی، طرفدار آزادی و عدالت، و این را میتانه که افغانستان هم در سطح ملی ببره به طرف پیشرفت، تمدن، آزادی و عدالت و هاکذا ما در منطقه و جهان میتانیم با سرفرازی و با سربلندی زندگی کنیم و هیچ مخرز داخلی و خارجی توان زیر نداره که افغانستان وحدت ملیشه، بالاخره منافع ملیشه صدمه بزنه و هیچ کسی هم جرات زیر نخواهد داشت با وحدت ملی، با ایجاد حکومت ملی که منافع ملی ما را صدمه بزنه، یا چی ابر قدرت ما باشه، چی کشورهای منطقه باشه. تشکر. یگانه راه وحدت ملی ما هست ساختن یک قانون ملی بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و راه را به سوی رفتن به سوی تامین حیات، آزادی و برابری مردم. یگانه راهی است که اینا را از انزوای ملی و بین‌المللی میکشه و مردم افغانستان. سپاس آقای ساقزی. تشکر. آزادی و عدالت میبره. در پایان بحث سپاس از مهمانانی که در این بحث با ما اشتراک داشتن، آقایان دکتر محمد حسین جعفری فعال سیاسی و رئیس شورای عالی علمای امامی افغانستان، دکتر معین گل سمکنه رئیس حزب حق و عدالت، و آقای عیسی ساقزی رئیس کانگرس ملی افغانستان. تشکر از بیننده ها. تا این دم برنامه را بیننده بودین. وقت بخیر. خدا نگهدار.